و بیندای عزیز اکنون هم در مورد امضای پیمان های پروژه توسعی اصای وزارت یاو انکشاف دهات باش راه های توسعی بیشتر گفتگو میکنیم با قای فریدون آرژنت خانگوی وزارت یاون انکشاف دهات سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه تشکر روز ممنون آیا جان اگر بیشتر روی این 55 پروژه بر ما که در کدام بخش ها قرار است کاملی شود و چقدر میتونه که سوداوری داشته باشه تشکر همون رقم که گزارشم بیان کردی پروژه پروژه انکشافی هست و ما این پروژه ها را با شوراهای انکشافی به امضا رساندیم تا از طریق شورای انکشافی تطبیق شود بیشتری پروژه ها در عرصه مختلف از امار کانال آب تا مهمتر از همه ایمار کاریزها برای آب آشامیدنی و همچنان آبیاری برای زراحت در کنارش دیوارهای استنادی استفاده از گابیون برای تحکیم سواحل دریاها خصوصا در مواقع سیلاب ایجاد مکاتب و ای ارسا می باشند و مسلما که تطبیق 55 پروژه که در 14 ولایت افغانستان صورت خواهد گرفت نقش اساسی در بهتر شدن وضعیت و همچنان ایجاد تسهیلات در کنار از او اشتغال زایی و درآمد زایی برای مردم روستاها خواهد داشت. چقدر در مدت در بر میگیره آقای که این 55 پروژه عملی شود در کدام ولایت های افغانستان قرار است که این پروژه ها عملی شود؟ تشکر من پروژه و با دلیل تنوع کاریشان زمان های مختلفی را میگیرند ولی ما آنچه را که ما به عنوان ادف قرار دادیم برای شورای انکشافی از شش ماه الا یک سال باید این پروژه ها تکمیل شود بعضی پروژه ها به دلیل از اینکه زودتر تکمیل می شود در فاصله کمتر از شش ماه هم تدبیق خواهد شد ولی از زمانی که برای زی در نظر گرفتیم همو یک سال است این پروژه در 14 ولایت افغانستان مثل بادغی، سمنگان، بلخ، فرا، پکتیا، پکتیکا، ننگرهار و ولایت های دیگه افغانستان تطبیق میشه خوشان اگر روی نظارت صحبت بکنیم وزارت یاب انکشاف دهات از عملی سازی این پروژه ها چگونه نظارت میکنه چقدر شما مطمئن هستین که پولی را که شما در اختیارش راه های توسعه قرار میدین اینا به درستش در عملی سازی پروژه ها مصرف میکنن مثلا شیوه نظارت از پروژه به دو شکل است که نظارت خود وزارت است و یکی نظارت مردمی و شورای انکشافی است یک چیز باید داشته باشین که در اکثر در تمامی پروژه که شوراهای انکشافی را تطبیق میکنن ده درصد سهم خود مردم هم هست یعنی ما در هر پروژه اگر یک میلیون افغانی ای پروژه باشه یک صد هزار افغانی از او پول است که مردم خودشان جمع کردن بر تطبیق از ای پروژه به این خاطر به دلیل از اینکه پروژه مال عامه است و منفعت عامه است نظارت بر از او یک اصل عمده است ما از شورای انکشافی خواستیم که در روند تطبیق پروژه نظارت داشته باشند و حتی پروژه هایی که به شرکت ها داده میشه در او پروژه ها ما از شورای انکشافی درخواست داریم از مردم درخواست داریم که نظارت داشته باشند در کنار از او خود وزارت ایاب انکشاف داد از طریق نادهای دومی خود در ولایات و در کنارش از طریق تیمای سیار انجینری که مداوم به شکل جست بدون این غیر مترقه بدون پیش بینی سر پروژه میرن این نظارت نظارت چند لایه هست و این زمینی فساد یا اختلاس ها یا زمینی ز... 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 میزان فساد در افغانستان به اندازه ای است که نمیتون باور کرد که پول را که شما در اختیار شورای توسعی قرار میدین اینا هم به گونه درستش در عملی سازی پروژه ها را هزینه خواهد کردن مثلا من هیچ کس نمیتونه انکار کنه که هنوز فساد وجود داره ولی ما وظیفه ما است که تا جایی که جا داشته باشه تمام مجراهایی که به سمت فساد حرکت میکنه یا زمینه فساد میسر ما او را ببندیم مثلا در شورای انکشافی یک نفر وقت تصمیم گرفته نمیتونه و یک نفرم هم نمیتونه پروژه تطبیق کنه تمام اعضای شورای انکشافی که بیش از 15 نفر هستند روند نظارت بر دارن ولی اگر یک شورا بخواد که در کل خب طبیعی است فساد هم یک نفر که نمیکنه اینو در همکاری با چند نفر دیگه انجام میدن خب در کنار از باز نظارت های خود وزارت هم هست نظارت های مردم هم ها هست و در پلوی از اینا ما نهادهای دیگری را داریم که گداری با از ما قراردادهایی داریم که نظارت میکنن بر کیفیت پروژه و بر باز بر ما گزارش میدن که پروژه چگونه تطبیق شده بله اگر صحبت بکنیم که در جیران امسال مالی قرار است که شما چقدر از پروژه ها را در روستا افغانستان عملی بسازید چی از برنامه های مختلفتان و چی در چارچوب برنامه میثاق شهروندی خب ما در طول سال مالی 1397 حدود بیشتر از 7000 پروژه را در سراسر افغانستان تطبیق کرده آغاز شد یک بخش از این پروژه در سال 1397 تکمیل شده و یک بخش از این به سال 98 وارد شده در کنار از او ما برای سال 98 هم پروژه مشخص هم در چارچوب برنامه میساق شهروندی که بهش از هزاران پروژه است و امار دقشه گفته نمیتونم ولی هزاران پروژه است و هم در چارچوب برنامه های دیگر ما ما ای پروژه را داره به طور مثال ما تنها در برنامه تقویت اقتصاد روستایی ما در سی ولایت افغانستان و در هر ولایت در دو تا سه ولسوالی ما پروژه های کوچک تقویت اقتصادی یا حمایت تشبس های خصوصی حمایت زنان برای کارهای دستی اینا را داریم که با اعتصاب تخمینی ما شاید در سال آینده بیش از هفت پروژه امرا با برنامه میساق شهروندی داشته باشید. بله های اگر صحبت بکنیم همین پروژه هایی را که شما امروز امضا کردین 55 پروژه 16 پروژه در بخش تامین آب آشامیدنی و همچنان آبیاری زمین های کشاورزی هستند در بخش آب آشامیدنی چقدر از رستانشینان با آب آشامیدنی بهداشتی و دسترسی دارن با پروژه هایی که شما در جریان امسال عملی میسازین این میزان چقدر افزایش پیدا خواهد کرد تشکر خوشبختانه بارندگی ها نوید وضعیت بهتره برای سال آینده میده که دسترسی مردم به آب بیشتر خواهد بود ولی آب آشامیدنی سیهی باز یک حرف مجزا است در حال حاضر با بر اساس آمار که ما در سال 1397 در سال مالی 1397 داشتیم 53 درصد از مردم روستاهای افغانستان به آب آشامیدنی سیهی دسترسی دارند ما این تا, تا 1400 ما می میره این را برسانیم به 73 درصد اگر بتوانیم یعنی پیش بینی ما است که تا 1400 ماهی را به 73 درصد میرسانیم که خب مثلما در سال 98 ما ان شاء الله تلاش میکنیم که سطح دسترسی مردم در روستای افغانستان به 60 درصد برسن بله در بخش آبیاری زمین های کشاورزی اگر بگوین با این برنامه‌هایی که شما عملی میسازین چی در بخش کانال ها هستم چقدر میتونن فکر کنین که سوداور میتونه باشه در قسمت از اینکه خب زمین های کشاورزی به گونه درست شابیاری نمیشه و از آب مدیریت استفاده درست صورت نمیگیره با این حال در قسمت مدیریت آب در قسمت آبیاری درست زمین های کشاورزی این پروژه ها چقدر میتونن سودمند باشه پروژه بزرگ برای آبیاری اراضی بسیار بزرگ بیشتر به وزارت انرژی و آب و دل. این آزها ما بیشتر پروژه کوچک برای اراضی کوچک در نظر داریم به طور مثال یکی از سیستم های آبیاری که در هزاران سال در جامعه ما رواج داشته کاریزها ها بودن متاسفانه چل سال گذشته بخش عمدی از کاریز های افغانستان و ایران کرده ما تثبیت کردیم بشه سه هزار کاریز نیاز به باسازی یا ساختن دوباره داره به این خاطر تر ساختن کاریزا روی دست است در حال حاضر آن چیزی را که وزارت یا این کشاف داد رویش متمرکز است در کنار کانال های آب که از رودها سرچشمه خواهد گرفت ما تمامی کاریز های ها که در 19 ولایت افغانستان وجود داره این کاریز ها یا را دوباره می سازیم. و از سیستم سنتی آبیاری بارس مزرد در کنار از اون ما زمینی دوباره آبدار شدن کاریزا را میسر میسازیم یعنی نزولات آسمانی وقتی میایه زمینی از این برای دوباره پراب شدن کاریزا هم در نظر داریم و انشالله این وضعیت ای بهتر سر میشه در آقای جان از اینکه وانوز رفتن خیلی فاز از شما